سلام عرض میکنم محضر دوستان عزیزان و حاضران در این محضر شریف و از آمدن شما بسیار سپاسگزارم. خوشنودم که خداوند توفیق داد که بار دیگر در اینجا حاضر شدم و سخن شیرین سعدی رو با شما در میان بگذارم و برای مدتی در محضر این شاعر گرانمایه و زنده کننده زبان فارسی باشیم. نوبت پیشین رو چنان که اشاره شد به کلیات سپری کردیم. من قدری در باب سعدی زمینه و زمانه او سخن گفتم و اشاره به احوال این مرد بزرگ، روزگار او، سفرهای او و تجربه های او کردم و گفتم که سعدی پس از بازگشت از سفر آغاز به سرودن بوستان و سپس نوشتن گلستان کرد و این دو رو در فاصله کمی بپرداخت و پدید آورد. او ایام پر از مشغله و پر از فاجعه ای بود. مغولان به ایران حمله کرده بودند، خلافت عباسی بر افتاده بود و ایران صحنه تاخت و تاز دشمنان بود. شیراز هم از این تهدید مصون نبود، اما حاکمان شیراز با تدبیری توانستند مغولان رو بیرون دروازه شیراز نگه دارند و اجازه ندهند که به اونجا راه پیدا کنند و یک امنیت نسبی رو در اون اوقات پرآشوب برای شیراز فراهم آوردند. سعدی از سفر بلند خود که بازگشت و به شیراز آمد، فضای نسبتاً مطمئنی و امنی پیدا کرد برای اینکه تجربه های خودش رو در قالب نظم و نثر در اختیار هموطنان و همزبانان خودش قرار بدهد و چنان که اشاره کردم در دوران خودش از این بخت برخوردار بود که سخن او مرزها رو در نوردد، بیرون از خطه فارس برود، بیرون از ایران برود، به کشورهای عربی و حتی به چین برسد و خنیاگران و نوازشگران حتی در چین ابیات او رو علا رقم این که به درستی معناش رو در نمیافتن بخوانند و با آن بانگ و هیاهو کنند. چنین بختی کمتر رفیق کسی شده است که در زمان خود واجد چنین آوازه بلند شدند. مولانا رو میدانیم که فی المثل تا وقتی که در قنیه بود کمتر کسی او رو بیرون قنیه میشناخت. حتی سالها پس از وفات او، شاید 70 سال بعد بود که یک نفر از عرفا در ایران نام او رو در کتابهای خود ذکر کرد و پس از آن بود که آوازه او در گرفت و دیگران او رو بهتر و بهتر شناختن تا به این غایت رسید که امروز رسید است. اما سعدی البته حکایت دیگری داشت. باری عزمی که به تحلیل و تشریح بوستان کرده ایم، امیدوارم که به عهدی که با دوستان بسته ایم، امیدوارم که به پایان ببریم و این کتاب پرنکته رو به شرح بگذاریم و از مواهب آن استفاده کنیم. سعدی شاعری است که شعرهاش رو باید خوند و حقیقتاً کمتر باید به شرح آن و تحلیل آن پرداخت، برای اینکه برخلاف مولوی در سعدی کلام و زبان موضوعیت دارد و بسیاری از سخنان سعدی رو که به شعر گفته، به نظم گفته، اگر ما به نثر درآوریم قوت خود رو از دست خواهد داد و باید به همون صورت بماند که در اصل مانده است. این اندیشه ها منظوماً به ذهن سعدی رسیده است و همون گونه بر روی کاغذ آمده است و در اختیار ما نهاده شده است. اونها را اگر از هم باز کنیم و واسازی کنیم، دیکنستراکت کنیم، چیزی از اونها نمیماند. به همین سبب
سفارش من و خواهش من از عزیزانی که در اینجا حاضرن و همه کسانی که صدای مرا میشنوند این است که قدری به حافظه خودشون فشار بیاورن، باری بر روی اون بگذارن، اشعار این مرد بزرگ رو به قدر طاقت حفظ کنند، زمزمه کنند، خوراک ذهن خودشون و شیرینی دهان خودشون قرار بدهن، فرزندان خودشون رو توصیه کنن. روزگاری است که ما کمتر از حافظه خودمون استفاده میکنیم. بعضی از پدر و مادرها هم از سر دلسوزی کاذب میگویند که فشار به حافظه فرزندان نباید آورد. این حافظه، این صندوقی که خداوند به ما عنایت کرده، اونقدر جا دارد که هرچه در آن بیانبارید فشاری وارد نمیشود. قرآن باید حفظ کرد، سعدی باید حفظ کرد، این شاعرانی که اینطور رایگان در اختیار ما قرار گرفتن باید زینت حافظه ما باشد. و بهترین وقت هم دوران کودکی است که به کودکان یاد داده شود. خود زیبایی کلام هم کششی و جاذبه‌ای دارد که خدمت می کند به حافظه و می آویزد از حافظه آدمی و به همین سبب کار رو سهل‌تر می‌کند. توصیه من این است که این امر رو عزیزان فرو نگذارند. این کتاب‌هایی است که باید در منازل ما وجود داشته باشه. من سال گذشته در تورنتو بودم و قرار بود که درباره سعدی چند سخنرانی بکنم که کردم، اما عجیب این بود که از بسیاری از خانواده‌های ایرانی خواستم که یک کلیات سعدی در اختیار من قرار بدهند که من به اون مراجعه کنم. یک نفر نداشت و این مایه تأسف بود. این رو من به منزله درد، از سر دردمندی به شما عرض می کنم. چرا باید اینطور باشه؟ البته ما حافظ خونه ها داریم، خوشبختانه. نمیدونم چقدر لاشو باز می کنیم و می خونیم، ولی حالا بالاخره در قفسه ها هست، و یا قرآن هم داریم. اما پاره دیگر از بزرگان ما که اونا هم حق عظیمی به گردن ادبیات ما و تاریخ فرهنگ ما دارن، تقریبا از صحنه زندگی ما غائبند و احترام لازم و اعتناء لازم رو نمییابند. امیدوارم که این مشکل درمان شود، این خلأ پر شود و توجه دیگری ما به اونها بکنیم. سعدی آفریننده زبان فارسی است، چنان که بزرگان فن نوشتن و در این هیچ تردیدی نیست، و ما امروز به زبان سعدی سخن میگوییم. به همین دلیل هم هست که سعدی رو خوب میفهمیم، لذت میبریم، میتوانیم از او استفاده کنیم. چنان که نوبت قبل هم گفتم، انواع ضرب المثل ها در زبان ما جاری است که شاید ندانیم از کجا آمده، اما از آثار و ثمرات اندیشه ها و مکتوبات سعدی است. حق ناگذاری و جفا کردن نسبت به سعدی شرط نیست، شرط مروت نیست، و این امر باید درمان شود و جبران شود. امیدوارم که جلساتی که با هم داریم انگیزه ای برای عزیزان ایجاد کند که پاره ای از وقت خودشون رو به این امر اختصاص بدهن. همش فیلم دیدن و همش ایمیل جواب دادن و همش سراغ فیسبوک رفتن و اینا نیست. این بیماری هایی که ما امروز مبتلا شدیم و هممونم کم و زیاد مبتلا هستیم، اما باید کنترل کنیم، و اگر کنترل نکنیم این سیل ما رو میبرد و این باد چراغ ذهن ما رو خاموش میکند و در تاریکی باقی خواهیم ماند. خب از این مقدمه عبور کنیم و از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است. پیغام آشنا نفس روح پرور است. به خود سعدی پردازیم که این سخنان رو یاد ما داده است و آموزگار زبان و ادب ماست. اشاره کرده بودم که سعدی از لحاظ کمیت اشعاری که برای ما به جا نهاده است جزو متوسطان است. در صدر لیست کسانی مثل صاحب تبریزی و فردوسی و مولوی قرار دارند که 50,000، 60,000، 80,000 بیت شعر از اونها به جا مانده است. مولانا 60,000 بیت برای ما نهاده است، صاحب تبریزی نزدیک 80,000 بیت، فردوسی 50,000 بیت. اما همین که پایین تر میایم و به سعدی میرسیم، مجموع اشعار سعدی نزدیک 15,000 بیت است که 700 بیت آن تقریبا عربی است
و ما فارسی زبان ها با آنها رابطه کمتری می توانیم بگیریم و بقیه به زبان فارسی بسیار شیرین و فاخر است. بوستانی که در پیش داریم و به شرح آن می پردازیم 4000 بیت تقریبا هست، بنابراین تخمیناً 1/4 اشعار سعدی رو تشکیل می دهد. غیر از بوستان که مثنوی است، بقیه اشعار سعدی همه به صورت غزل هاست، غزل های عاشقانه، غزل های واعظانه، غزل های عارفانه و قطعاتی که سروده است و الحق سعدی در قطع سرایی هم سرآمد ادیبان ماست که داستان دیگری دارد. خب از این مقدمه عبور کنیم و وارد بوستان بشویم. بوستان قبلا هم آوردم که در سال 655 سروده شده است و کمی پس از آن گلستان نوشته شده است در سال 656، و این 656 درست همون سالی است که خلافت عباسیان به دست هوتک خان و مغولان برافتاد. سعدی در شیراز بود و حکایت برافتادن خلافت عباسیان رو شنید و رنجور شد و دردمند شد، هم به عربی و هم به فارسی در باب این حادثه سوگناک سخن گفت، اشعار فراوان گفت و نشان داد که نه تنها از آن حادثه متأثر است، بلکه حملات مغولان را هم نمیپسندد و نمیپذیرد، گرچه در مقابل اونها هم تقریبا سکوت اختیار کرد، برای اینکه چنان که خواهیم دید فلسفه سعدی این بود که در مقابل کسی که زور زیاد دارد باید کوتاه آمد. چون نداری ناخن درند تیز، با بدان آن به که کم گیری ستیز. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد سیمین خود را رنجه کرد. بعد میگوید که ناسزایی را که بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برار. وقتی که به حضورت نمیرسه تسلیم شو، کوتاه بیا، سکوت انتخاب کن و اختیار کن تا وقتی که دستش روزگار ببندد، پس به کام دوستان مغزش برار. بارها سعدی این توصیه رو کرده است. از اینجا هم فلسفه سیاسی و هم مشی اجتماعی و فرهنگی او رو میتوانید به دست بیارید. اما اظهار تأثر کرد، اظهار تعلم کرد و گفت آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین در زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین، و نشان داد که زوال خلافت عباسیان رو فاجعه‌ای برای عالم اسلام می دانسته است. در سال 656 گلستان رو نوشت و پاره‌ای هم بر او ایراد گرفتن که در آنجا گفته است که در آن مدت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود. گفتن که شما خوش می‌گذروندی، ولی اون طرف در بغداد نزدیک 200,000 نفر را قتل عام کردن و خبرش گویا به شما نرسیده بود و اندوهی ایجاد نکرده بود، که این حرف البته درست نیست. باری سعدی کتاب خودش رو با حمد خداوند و سپس با نعت رسول اکرم آغاز می کند. من اگر برسم این نوبه